دين الله أفواجا. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، دسترسی مردم به خدمات عمومی به ویژه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در شرایطی بحرانی قرار گرفت. فعالان اجتماعی این کشور میگویند زنان حالا بیش از گذشته به کنج خانه ها رانده شدند و نگرانی های جدی درباره آینده تحصیلی و اشتغال آنها وجود دارد. زنان افغانستان در تجمعات مختلف از طالبان خواستند که حق آموزش و کار را از آنها سلب نکند. حق کار هم آموزش هم اساسی ماست. جهان از خاموشیتان می‌شرمد. جهان از خاموشیتان می‌شرمد. جهان از خاموشیتان می‌شرمد. جهان از خاموشیتان می‌شرمد. سازمان ملل شرم‌آور است. بی‌اعتنایی سازمان ملل شرم‌آور است. طالبان اوایل سال تحصیلی جدید اعلام کرد که دختران فقط تا کلاس ششم امکان تحصیل دارند. با این حال، وحیدالله هاشمی، یکی از سران ارشد طالبان، اوایل ماه آبان گفت که طالبان به آموزش دختران پایبند است و برای ایجاد راه‌هایی به منظور بازگرداندن آنها به مدرسه تلاش می‌کند. هیچ معلم زنی اخراج نشده و به دنبال حذف آنها از مدارس و دانشگاه‌های ما نیستیم. با گذشت بیش از یک ماه از این اظهارات، تا کنون تغییری در وضعیت آموزش دختران این کشور ایجاد نشده. مقامات ارشد این گروه ادعا می کنند که برای فرهنگ، هنر و تحصیل دختران اقداماتی انجام دادند. وقتی که مجاهدین آمدن به افغانستان، ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت کندهار بسیار کارهای مفید و بسیار کارهای هنری و ادبی کردن. طور مثال اخبار طلابوان که 100 سال پیشینه دارن چاپ میشن، هر هفته یک بار چاپ میشن و یک مجله هستن به نام کندهار که اون 60 سال پیشینه دارن، اون در هر دو ماه چاپ میشن و ما از سمت خود ادیبا و هنرا و شخصیتایی که هنری هستن با مو دیدار کردیم و از مو هر مشکل که داشته باشن با او رسیدگی کردیم. همچنان ما ادیبای و هنرمندان او را تشویق کردیم و یک مجلس هم جور کردیم برای تشویق اونا و هفته آینده یک سالی یک کمپیتیشن داریم به نام مطالعه. جوانایی که در کندهار تحصیل و تعلیم میکنن او تشویق میکنیم که باید مطالعه کنن و کتاب بخونن. امارت اسلامی به هر حقوق زن متحد هستن، ولی یک چیز هستن که متحد هستن که زن باید تا دکترا تعلیم کنن. موقف ما در مورد خانم ها موقف شرعی است. خانم ها که به درس ها می آیند و حجاب شرعی باشد، من برشان هیچ مشکل ندارم در کارهای اونا و در درس های اونها. ولی که غرب ها می خواهند، غربی که می خواهند که مثل اونها این جمع زن ها باشد، این نمیشه به خاطر که کلتوری ما و اونها فرق دارد. من در موقف شریعت هستیم، یک اسلامی هیواد است، یک کشور اسلامی است که در حجاب باشم من هیچ نوعی مشکلی نداریم. به دلیل شرایط نامناسب تحصیل در این کشور، یونیسف از طرحی خبر داده است که بر مبنای آن این نهاد جهانی به طور مستقیم و بدون مداخله طالبان از معلمان افغانستان حمایت خواهد کرد.